مردم آخر الزمان اونهایشون که مؤمن میبونن و ایمان به غیب دارن خیلی مقام دارن. چون هیچ پیغمبر اینا بگید ندیدن. خب آقای شما خدا وکیل انصافه، فرض بکنید یه ما توی خانواده مذهبی زندگی بکنیم و بابای با لغت بیدار میکنه صبح، بلند شو نماز بخون، فلان فلان شده، باشه نماز بلند شو دو رکعت نماز بخونه، نماز این آدم با کسی که از ترسش تقیه داره میکنه که اگه بفهمن این مسلمون شده میکشنش، دو رکعت نماز اینا یکیه؟ نه، اینا فرق داره. اون جوانی که ماهواره نبوده، این شبکه‌های مجازی رو نمیدونم خدمت شما عرض کنم، اینها هم نبودن، 200 سال پیش زندگی میکرده تو ایران، خانوما همه پوشیه داشتن، یه تار موشون هم بیرون نبوده، این جوان جوان عفیفی باقی مونده، کشتی خودتو والا. یا الانی که نمیتونی تو خیابون راه بری، کجا در طول تاریخ اینطور حجمه گناه بوده؟ بله بوده، قوم لوط گناه میکردن، 50 کیلومتر اونورتر 30 کیلومتر اونورتر قوم حضرت ابراهیم اون گناه رو نمیکرد. الان اگر داره تو فلان جای گناه صورت میگیره، 10 دقیقه تو گوشه توه، 10 دقیقه تو گوشه توه. چه قدرت داشته شیطان اینطور گناه رو پخش کنه؟ یه کسی یه زنایی میکرده یه جایی، هیچ کس ازش خبر بگید نداشته، نه 2000 نفر باید میسادن مثل مسابقه فوتبال میخواسته بشن نگاه کنن، نبوده. نه اینکه یک زنایی بکنه فیلم برداری بشه یه میلیارد نفر ببینن. شرایط برای گناه کردن خیلی فراهمتر است تا شرایط برای مؤمن ماندن. تو این شرایط میشه دین نگه داشتن آشیک آتیش کف دست، یه آسون نیست، اما یک عده‌ای هستن نگه داشتن. خوشا به سعادت اون کسایی که تو بالا هم، خوش به حالشون اون کسایی که تو آخر زمان میتونن جلوی گناه بیستن. سخت هست اما چیه؟ شدنی جایزش هم خیلی بزرگتره. پس اگر شما یه حدیثی میشنوید به این سادگی ها نگذارید که کسی که منتظر مهدی میماند در آخر زمان و عهد و عقد و بیعت او را بر گردنش نگه میدارد مثل 50 تا یا 70 تا شهید جنگ بدر. منطقی است.